استاد تبریزی خیلی خوشحالم که امروز در حضورتون هستیم در این نمایشگاه تابلوهاتون در این نمایشگاهی که در لندن گذاشتید. در حقیقت این دومین نمایشگاه من هست. اولین نمایشگاه 20 سال پیش توی هیل گالری گذاشتم. استقبال بی‌نظیری من روبرو شدم که تقریبا میتونم بگم اکثر ایرانیای مقیم لندن اون شب اومده بودن به این نمایشگاه، به طوری که پیاده رو پر جمعیت بود. من صادق تبریزی هستم، متولد تهران 1317، منطقه بازار. دوران کودکی، نوجوانی و جوانی من تو اون محله سپری شد. در میون مساجد بسیار، در میون امامزاده ها و سقاخونه های فراوان و محیط مذهبی بازار و محیط مذهبی محله خودمون که سید نصرالدین بود و یک امامزاده در درون آن. در این محیط من پرورش یافتم. پدرم نقاش بود، نقاش ریزه‌کار بهش میگفتن. در ساختمونا لندنی سازی میکرد، دورنما سازی میکرد و با مدبر و قلر دوست بود. در کودکی منو پیش اونام برد و من توسط این افراد به نقاشی علاقمند شدم و این حرفه واقعی من شد. در حقیقت اگر پدرم پا جلو نمیذاشت، منو با این افراد آشنا نمیکرد، ممکن بود من الان شغل دیگه ای داشته باشم. بسیاری از آثار شما در واقع نقاشی مدرن محسوب میشه. نقاشی مدرن جایگاه چندان رفیعی در سالهای اول انقلاب نداشت. چرا و الان در چه وضعیتیه؟ بله، سالهای اول انقلاب ما گرفتار جنگ بودیم. مسائل مختلفی درون کشور وجود داشت. به طور کلی فرصتی نبود که به هنر اصلا توجه بشه. اصولا کسانی که در رأس هنر بودن و سکان هنر رو به دست داشتن، اطلاعاتی از هنر نداشتن. افرادی بودن سیاسی، مؤمن به انقلاب، خوشنویسی و مینیاتورسازی تنها هنرهایی بودش که از نظر دولت ایران قابل قبول بود. البته بعد از اتمام جنگ به طور وسیع و گسترده مملکت پیشرفت کرد و ترقی کرد و همه کارها از نو شروع شد و جبران شد تمام اون ناروایی ها و اون ناکامی هایی که به وجود اومده بود. و میتونم بگم که اونقدر مردم به طرف هنر رو بردن که الان ما اگه مثلا بخوایم حساب بکنیم که قبل از این مسائل ما 50 تا نقاش حرفه‌ای بیشتر نداشتیم، الان شاید 5000 تا داریم. یعنی حالا نمیگم که هر 5000 تا مثل اون 50 تا موفق هستن و کارآمد هستن یا در دنیا کارشون رونق داره، اما به طور کلی مردم به طرف هنر بیشتر گرایش پیدا کردن. استاد تبریزی، الان با توجه به وضعیت اقتصادی ایران، سقوط ارزش ریال، مشکلات اقتصادی که مردم دارن، چه نوع افرادی میان این تابلوها رو از شما خریداری میکنن؟ یه عده ای بعد از این نمایشگاهی که حراجی کریستیز، ساتویز و بونام در دبی اجرا کردن، عده ای از سرمایه‌دارا، تاجرایی که به طور کلی در این زمینه هیچ فعالیتی نداشتن، اصلا از هنر هیچ شناختی نداشتن و در زمینه هنر هیچ ممارستی تحقیقی نداشتن، اینا گرایش پیدا کردن به خرید آثار هنری. بانک پاسارگاده که یه چیزی حدود 3 میلیارد تومان تا حالا تابلوی نقاشی خریده. بانک اقتصاد نوین همینطور. و این افرادی بودن که هیچ وقت به سراغ نقاشی یا حتی مثلا بانک پاسارگاد یه موزه ایجاد کرده. یه محلی رو در فرنگستان هنر اجاره کرده از فرنگستان و اونجا رو موزه دائمی آثاری کرده که خودش خریداری کرده. بیژن فرهودی، صدای آمریکا، لندن.